اولین دفعه که با تظاهرات و تیراندازی و صدای مرگ بر شاه آشنا شدم 15 خرداد 42 بود. شیرین‌ترین خاطرات من مال همون روز است، هرچند که با دستگیری و فوش و کتک مفصلی همراه بود. تنها بدشانسی من پدرمه، اون یه نظامی متعصب و احساساتیه، هرچند که همیشه به داد من رسیده. من اولین بچه و اولین رفیق پدرم هستم. اون یه سال بعد از ازدواجش در 16 سالگی صاحب من شده. در واقع من و اون با همدیگه بزرگ شدیم. اون بعد از من صاحب 5 دیگه هم شد که همه دخترم. باید بگم که بیشتر این بچه ها رو ما با همدیگه بزرگ کردیم. اون به هر بدبختی که بود نجاتم داد و چون میترسید دوباره قاطی اینجور جریان بشم تقاضای انتقال کرد و راهی شهرمون جهرم شدیم. به خیال پدرم ازدواج، عیالواری و تنگی معاش و سختی کار بهترین ضربه‌ای بود که میتونست منو از دیوونگی به سر عقل بیاره و به فکر زندگی بندازه. همیشه به من میگفت گشنگی نکشیدی که عاشقی یادت بره. شاید هم راست میگفت، اما عقیده من چیز دیگه ایه. من فکر میکنم آدم های گشنه خیلی بیشتر از آدم های سیر اهل عشق و عاشقی هم. یه دونه داری به من بدی؟ تو رو خدا مقدار زیادی یه جا هست، اگه بتونی بری بیاری همش مال خودت. خیلی خب باشه، میرم همش رو میارم. دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم، نمیدونم. به جان کامبیزم استوار جلالی، به خدای احد و واحد، اگه پسرتون نبود با 1 کیلو پرونده فرستاده بودمش دادرسی ارتش. چون نمیدونی این پسر چقدر پر روه. شما هر کاری که وظیفتونه بکنین جناب سروان، چون من دیگه پسری به اسم سید حسین ندارم. ما از اون مهلکه هم خلاص شدیم، ولی پدرم منو هم از خونهش و هم از اون شهر بیرون کرد. منو خانوادم به تهران رفتیم تا زندگی پر از دربدری و سختی رو شروع کنیم. زندگی سختی که واقعا داشت عاشقی رو یواش یواش از خاطرم می برد. درد نکنه، بفرمایید. ممنونم. باسه زهرا، خودو بیا سیب بخوری بچه‌ها. بچه‌ها خوب بازی کردن، نه؟ بیاین بچه‌ها، بیاین. به خرج چی کردی بابا جون؟ چه کنم؟ خیلی آدم خر میشه دیگه. چی خر میشه بابا جون؟ هیچی بابا جون، بیا بابا. بازم بگیم بابا ما رو گردش نمیزنه، بخوریم. امروز خوشحالی؟ آره بابا جون، همش که نمیشه کار کرد. آره حق با تو. Thank you.
جلو بفرمایید. آره همینجا است. بگی بشین همینجا است. بگیرش ببین. مثل خلوص بی‌محل میمونی. اونجا. بیدارش کن. الان فیلم شروع میشه. بیا واسه. بیا بشین واسه. زهرا، زهرا. بلند شو. بیدارش کن. بذار بخوابه. هنوز خانه خدا نشده. دیدی؟ دیدی همش زیر سر استواره بوده؟ آره من میدونم خودشون گاو بندی دارن بازار سیاه را میدونم. آخه من چه میدونستم؟ بابا خوب استواره جلو مردم آبروشو بردی. آره کیف کردی؟ آره یادت باشه همیشه باید اینجور آدم ها رو روشونو کم کرد تا جلو مردم خیط بشن. تو بگی بشن بچه خواب لازم نیست بشن. چرا بلند نمیشی؟ بلند شو. مگه نمیبینی بچه بغلشه؟ باشه داداش بس ما مسئولیت داره. بلند شو. بچه بغلشه. آقا چون نمیتونه باشه برو هر کاری دلت میخواد بکن. هر کاری میخواد. آره. برو هر کاری نشونت میدم. زنی که تلفن نمیشی؟ تو دهنتو بفهم زنی که خودتی. زنی که دولت داری میکنه. خداوند بر هر کاری که توانایی دارد حج خانه خدا را واجب است. به شاه مملکت توهین کرده موقع سود شانشایی مردم رو تحریک کرده میخواستی من چی کارش کنم؟ جریان بازار سیاه پس چی بوده؟ به خدا همش دروغ جناب سروان به من تهمت میزنه جلوی سود شانشایی پا نشده تحریک کرده توهین کرده حالا بی همه چیز داره به من تهمت میزنه شوهرمو کجا بردن؟ تو رو خود بگی شوهرمو کجا بردن؟ بابای اینا رو من زندگی و جوانیمو فدای شاه و ملت کردم به جون بچه‌هام اگه نیاد اینجا و نگه گو خوردم ولکنش نیستم جلوی شما و زن و بچه‌اش دارم میگم فرستادن چی بهم بگی؟ اومدی بهم بگی که استوار راضی شده رضایت بده؟ آره حتما باید جلوشون وایستم و بگم گوه خوردم که آزادم کنن آره؟ میدونم سخت سید میدونم تو نمیتونی خب حالا تو میگی چی؟ من هیچی نمیگم سید فقط تو فکر بچه هارم بکن یعنی اگه من به اینا بگم گوه خوردم به فکر بچه هم بودم؟ اقلا آزادت میکنم سید آخه به چه قیمتی؟ تو میگی محسن راضیه من اینطوری از اینجا خلاص بشم آره؟ اون نمیفهمه سید اون بچه است اون میفهمه میفهمه چون بچه است چون این منو تو آلوده نیست اون رو فطرتش میفهمه که نباید زیر بار زور رفت این منو تو هم که به خاطر یه لقمه نون به خاطر یه چهار دیواری واسه زندگی کردن بدتر از حیوان تن به هر ذلتی میدی صد رحمت به حیوان رو دومه صد پا میزدی صداش در میاد آخه مگه من چیکار کردم که به این روزم انداختن ها غیر از اینکه گفتم تو که مثلا پناه مردمی نباید بازار سیاه را بندازی تو چیکار کرده بودی که بهت گفت زنی که
تو میتونستی جلعشون پاشی و پا نشدی؟ آخه تو از چی میترسی زن؟ بدتر از این چی میخواد سرمون بیاد؟ ما غیر از اینه چیزی رو نداریم که از دست بدیم. اینو بفهم زن، اینو بفهم. یه کاری بکن یا امام زمان، بیشتر از این ما رو بخاری نبی. یا خودت به دادمون برس یا کسی رو بفرست. ممکنه این پرونده واسه گرفتاری درست کنی ناظری؟ به جان بچه ها، مگه شده زندگیم رو این پرونده بذارم؟ دست نمیکشم. مگه بیاد اینجا و بگه گو خوردم؟ آخه اگه پلیس بخواد در مقابل مردم کوتاه بیاد، دیگه پلیس نیست قربون شما برم. وقتی فرستادمش دادسرا، اون وقت آدم میشه. شما اجازه بدین. خوب فکراتو بکن برادر من. با پرونده ای که این بیرحمه واسه تو درست کردن، پات برس دادگستری بیچاره ای. من معذرت میخوام که دخالت میکنم، ولی تو آدم زن و بچه داری هستی. آدم دلش میسوزه. خدا این یک کلمه حرفو بزن و هممونو خلاص. تو میدونی موضوع واسه من فقط این یک کلمه حرف نیست. من چی؟ حقوقتو بهت ندادن، زن و بچه تو ازت گرفتن، آتیش به مالت زدن. چی کارت کردن که حاضری بری زندون و ماها رو در به در کنی؟ اگه یه روز خواستن تاق خونت رو سرت خراب کنن حق داری. اون موقع منم وای میسم، بچه‌هامونم وای میسن. اما حالا چی؟ اگه تو این یه کلام حرفو بزنی، بچه‌هات بابا دارن. اگه نزنی ندارن. میدونی چیه؟ تو شوهر نمیخوای، یه خر ذلیل و بارکش میخوای. ای بابا خجالت داره، به خدا خجالت داره. میخوای من جای تو صد دفعه بهش بگم گو خوردم؟ میخوای بیافتم رو پاشو کفششو ماچ کنم؟ ای قدی هم اندازه داره به ها. شما خوب میدونیم که شما جلوی سینما هیچ کاری غیر از حفظ آرامش انجام نمیدادین. من و شما خوب میدونیم که شما رو کینه شخصی تو سینما دعوا نکردین. من و شما با همه اینا که اینجا وایسادن میدونیم که شما فقط و فقط به خاطر عشق به شما و میهن ناراحت شدین و با من دعوا کردین. حالا که شما اینقدر آدم شریفی هستین و خوب میدونی که من این حرفا رو از ته دلم نمیزنم، بهتره با همین صداقتم ازتون معذرت بخوام و بگم گو خوردم. دلم میخواست میمردم و اون حرفو نمیزدم، ولی چه کنم که به خاطر زن و بچه‌ام بود. بالاخره بعد از اون ماجرا ما شب و روز شروع به کار کردیم. خودم تو دباغی، زن و دختر کوچیکم که یک سالم از مدرسه‌اش گذشته بود تو خونه، و پسر کوچیکم تو لوله‌سازی، همه یه دست به دست هم دادیم و شروع به کار کردیم. تمام امید و آرزوی زنم این بود که با کار کردن من و خودش و بچه‌ها از اجاره نشینی و دربدری خلاص بشیم. برای همین تلاش میکردیم که با کمی پسنداز زمین خارج از محدودمون رو بسازیم و هر جمعه به عشق و آرزوی ساختن خونه دست جمعی میرفتیم سر زمین و نقشه میکشیم. ایشالله وقتی پولمون جمع شد یه اتاق بزرگ اینجا درست میکنیم، از اینجا تا اینجا که همه همون بتونیم توش بخوابیم. مادر من سر یه اتاق واسه خودم. خیلی خب مادر جون، حالا بزن یکیشو درست کنیم، بعدم واسه شما هم درست میکنیم. از اینجا تا اینجا، اینجا رو هم بکش، خط اینجا رو هم بکش. خیلی خب. کوچیکه من دیگه. دست سر صدا نکنیم بچه‌ها، حواسم پرت میشه. اگه به امید خدا بتونی این دو تا اتاق رو درست کنی، از دست این حاجی خانم خلاص میشیم. ان شاء الله. ببینم تو امروز پول گرفتی؟ آره، میخواست بندازی به هفته دیگه. 300 تومن داد، 200 تومنم طلبمون شد. اینجوری میخوای اتاق بسازیم؟ بالاخره یه کاریش بکن سیه. اگه محسنم پول گرفته باشه و آبجی زینت هم یک کاری کرده باشه، میتونیم یه اتاقی درست کنیم. خدا کنی بق پنج تا. سلام مادر جون، خسته نباشی. سلام بابا. سلام بابا، بشین ببینم. بیا شکلات. خب چه خبر آقا محسن؟ یه خبر خوب، اگه گفتی. چیه؟ پول گرفتی؟ آره اونه که گرفتم. یه خبر دیگه ببینم. چقدر؟ 400 تومنه. مثل که داره درست میشه. نگفتی چه خبری داری؟ علی زینت نامه داده. راست میگی؟ بده ببین. بخون ببینیم چی نوشته. همینا مثل فاکت چی کار کنم. گوش کنی. خدمت برادر عزیزم،
بعد از سلام. من میدونم تو و بچه ها در چه رنج و زحمتی به سر میبری. من درباره دو اتاقی که قراره تو زمینتون در خارج از محدوده بسازیم با مادر و خواهرها صحبت کردم. ما تونستیم پنهانی از آقا جان برای شما 10,000 تومان پول فراهم کنیم. حواله رو ببریم بانک و پول رو از بانک تحویل بگیرین. اگه دیدین بازم پولتون کم اومد برام بنویس، بلکه بتونیم یه جوری فراهم کنیم. از خداوند بزرگ آرزو میکنم که زندگی شاد و خوشی رو در کنار هم داشته باشیم. اگه رشوه ندیم نمیذارن خونه بسازیم. بله 5,000 تومان پول بی زبونو باید تو چنگمون گردن کلفته بریزیم. اگه خونه ساخته بشه میارزه. واسه تو همه چی ارزون. بس کن تو رو خدا، تو بدت میاد یه چهاردیواری از خودت داشته باشی؟ من فقط از چهاردیواری قبر خوشم میاد. نگو تو رو قرآن، خوشت میاد آدمو ناراحت کنی. بذار خونمون ساخته بشه، بذار زهرا رو بذاریم مدرسه، بذار بچه‌مون محسن از کار کردن خلاص بشه، اون وقت بهت میگم. بیا چای تو بخور. بالاخره بعد از اینکه سالهای سال مستأجر بودیم، با هر بدبختی و فلاکتی بود، با فروختن طلاهای عروسیمون و تمام وسایل زندگی، با کار کردن خودم و بچه ها و کمک همسایه ها تونستیم یه اتاقی بسازیم و توش زندگی کنیم. باشه بریم که دیر شد. مادر جون حالا که خونمون ساخته شد من میتونم برم مدرسه. آره مادر جون. آهای مردم مواظب باشید، دارم یادتون روز جلو دادگستر چی بهم گفتی؟ آره گفتم اگه یه روز خواستن خونت رو سریت خراب کنن حق داری جلوشون وایسی. اون روز خیال کردی فقط داری یه مثل میزنی، اما اون روزم رسید. حالا مگه جلوشون وای نستیم بدتر از اینشم میرسه. ما هستیم سید، من و بچه ها هر کاری که بگیم میکنیم. بالاخره تو رو ماسی کردن. آره؟ آره. مملکت اینه یه جنگل میمونه، هرکی دندوناش تیزتر باشه، هرکی زورش زیادتر باشه، حقش هم بیشتره. حالا مگه شما میخواین به حقتون برسین، چاره ای ندارین غیر از این که زوراتون رو بریزین رو هم دیگه. باید هر کس فکر کنه خونش همه محله است. دارن میان، نزدیک محل رسیدن، عده‌شون هم زیاده، یه لشکرن. مگه ما چی میخوایم که اینا با ما اینطوری رفتار میکنن؟ تو مملکت که میلیون میلیون خرج میکنن که یه نفر یه تاج رو سر خودش بذاره و یه کلاه رو سر ملت. تو مملکت که همه چیشو دارن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میبرن، این حق خود افرادش نیست که با خونه دل و چندر قاص دستمزد کارگری 4 تا خش رو هم بذارن و یه لونه بیاب و برق واسه بچه‌هاشون درست کنن؟ آخه این ظلم نیست که خونه های ما رو خراب کنن؟ اگه بخوان خونه های ما رو خراب کنن باید از روی نعش ما رد بشن. امروز وطن ما این محله است. اگه ما تونستیم
اینجا رو، این محله رو از شر این دست نشونده های اجنبی حفظ بکنیم، فردا میتونیم مملکتمونو از دست خارجی ها بکشیم بیرون. خوب گوش کنین، حق دادنی نیست، حق گرفتنیه. اجازه ساخته شده، میخوایم خراب کنیم. بیای پایین، نزنی، خیلی خوب. نکردم اینو وحشی، یعنی اگه شما نباشی ما نمیتونیم کاری. آره دیدم، الان ترتیبشو میدم. سرگروهان. بله قربان. بیا اینجا. بله قربان. افراد به خط کن. افراد فورم پیاده شن. پیاده شین. از جلو نظام افراد به ستون یک. سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه کمتر درگیر بشیم، ولی اگه مقاومت کردن دستگیرشون کنیم. در دو ستون اونا رو متفرق کنین، اگه متفرق نشدن مثل همیشه به وظیفتون عمل کنین. حرکت. Thank you.
جهنم که کتک خورده. ای کاش نمرد. من اونو 4 سال پیش از این خونه بیرون کردم که این مصیبت‌هاشو نکشم. حالا با من مربوط نیست. شما خواهراشین، شما شوهر خواهراش. اگه از من نزدیکتر نباشین دورترم نیستین. نسبت به اون دیگه از من کاری ساخته نیست. خودتون هر کاری میتونین بریم بکنین. اصلا شما میدونین کاری که اون کرده یعنی چی؟ یعنی جنگ. جنگ با دولت. اون واسه این حکومت یعنی یه دشمن. حالا من برم پیش فلان مقام که آقا بیا و دشمن مملکت رو ببخش. والا حق داره. من از وقتی که یادمه این بیچاره داره از دست سید میکشه. نمیخواد تو پشتیبانی اونو بکنی. این محمود آقا همیشه پشتیبانی آقا رو میکنه. حالا هر چی که بگه. خب حق میگه که ازش پشتیبانی میکنه. باز بی خودی حرف زدی؟ کدوم حق مومن؟ کدوم حق؟ سید حق داره یا این؟ بابا رو میخواستن خونش رو سرش خراب کنن. باید وای میستاد تماشا میکرد. آره؟ بله ببینی. اینم هست. بهتر موضوع رو خیلی منطقی بررسی کنیم. این صحیح نیست که آدم منطقشو به احساساتش بفروشه. ما اول باید تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم چرا سید یه همچین کاری کرده. حالا بابا چرا شما چی کار داریم کازم آقا؟ ما باید ببینیم چی کار میشه براش کرد. خواهش میکنم هیچ وقت وسط حرف من ندوید آقا جواد. بچه من گوشه بیمارستان افتاده، اون وقت اینا دارن چونه میزنن. اون از باباش، اینم از شوهر خواهراش. ای خدای محمد، کاش این بچه رو میکشتی و راحت میکردی. آخه چقدر مصیبت، چقدر. از وقتی که به دنیا اومده همش مصیبت کشیده تا حالا. اون وقت من جیگر در اومده به جای اینکه غم خارش باشم مثل جغد نشستم توی این خونه و زار میزنم. ای کاش 7 سال پیش منم از این خونه بیرون کرده بودی. احسان آدم دارم خازم آقا. آروم باش مادر جون، بالاخره آقا جون یه کاری میکنن. به قرآن، به همه اولیا و انبیا این دفعه آخره که به دادش میرسم. اگه یه دفعه دیگه از این کسافت کاریا بکنه بی شرفم، اگه خودم به خاک سیاه ننشونمش. آقایون قضات، شما بهتر از من میدونین که هر عملی رو میشه به شکل‌های مختلف تأویل و تفسیر کرد، ولی درست‌ترین تفسیرها اونه که بر اساس انگیزه عمل شکل بگیره. مردی جلوی کسانی که با کلمه قانون برای خراب کردن خانش اومدن با مقاومت می ایسته و با مقاومت باعث درگیری میشه. معنی این عمل چیه؟ قیام علیه نظام حاکم، اقدام آگاهانه به شکستن قانون، شرارت، یا دفاعی خام و ابتدایی و ناآگاهانه از حریم شخصی؟ کدام یک؟ این مرد بیچاره دارای آنچنان فرهنگ و آگاهی سیاسی نیست که بخواد علیه نظام حاکم قیام بکنه. زندگی و آرزوهای این مرد اونقدر کوچک و ابتداییه که نیازی به شکستن قانون نداره. شما هیچ سابقه ای از شرارت و قانون شکنی برای اون نمیتونید پیدا کنید. پس انگیزه اون چی میتونه باشه غیر از دفاعی جاهلانه و ابتدایی از حریم شخصی؟ بعضی از شهود گفتن که او بر ضد حکومت حرف زده و مردم رو به دفاع با خشونت تشویق کرده. شاید این حرف کاملا درست باشه، اما علت اون رو باید در گذشته های این مرد جستجو کرد. گذشته ای که این مرد به علت نداشتن تعادل روانی در کلینیکا و بیمارستانهای مختلف روانی بستری بوده. مدارکشو من خدمت آقای رئیس تقدیم میکنم. بفرمایید. بشین مادر جون، بشین. آیا از مردی که در گذشته
به خاطر نداشتن کنترل و تعادل روانی بارها و بارها در بیمارستان‌های مختلف بستری شده و طبق مدارکی که تقدیم کردم در زمانی که میخوان خانش رو ویران کنن انتظاری جز اون چه که اون انجام داده میتوان داشت؟ بنده دیگه عرضی ندارم قربان، با اجازه. باریکم خیلی خسته نباشیم، واقعا عالی بود، خیلی خیلی اختیار دارید قربان، ما پولش رو میگیریم. آقای سید حسین جلالی، به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید میتونید به اطلاع دادگاه برسونید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که این آقا رو از اولم به وکالت قبول نداشتم، چون شما خودتون انتخاب کردن. چی داره میگه آقا؟ حیف از زحمتی که واسه این بیشعور میکشن. امضای شما اینجا هست که وکالت ایشون رو تایید کردید. اون امضا رو بابام به زور از من گرفته، وگرنه من از اولم خودم میخواستم از خودم دفاع کنم. من از شما معذرت میخوام قربان، باید ببخشید. خودت پسر شما خودتون کردید. دادگاه ایشون و وکیل شما میشناسه، ولی دفاعیات خود شما رو دادگاه گوش میده. حرفایی که منو دیوونه و بدبخت و ذلیل و بیشعور نشون میده خر کردن منه، نه دفاع از من. ساکت. شما هم درست حرف بزنید آقا، دادگاه محل دفاع نه نمایش. اولا درباره حرفایی که آقای وکیل راجع به روان بنده زد، من تا به حال پام به هیچ درمانگاه روانی نرسیده و مطمئنم که این مدارک هم بابام جور کرده فقط برای اینکه بتونه منو از اینجا خلاص کنه. اما پدر عزیزم، حال نجات و فسد، نجات در راستگویی. ای آقا چرا داره دریوری میگه؟ پدر سخته به هیچ صراطی مستقیم نیست. آقای رئیس، خدا میدونه که من خیلی وقتا حسرت یه قبر خوردم و با خودم فکر کردم که اگه قبر من و زن و بچه‌مو روحم بذارن و قبل از مردنمون بهمون بدن زندگی خیلی خیلی راحت تری پیدا میکنم. اما اینم تو این مملکت یه آرزوه. از موضوع خارج نشید آقا. شما چطور جرأت میکنین اسم یه عده‌ای رو که به خاطر فقر و فلاکت و بدبختی در واقع خودتون از شهر بیرونشون کردین بذارین قانون شکن؟ قانون شکن؟ شما اسم یه عده‌ای رو که خانواده‌شون رو از آب، برق، جاده، درمونگاه و هزار چیز دیگه محروم میکنین فقط واسه که یه جایی برای زندگی کردن داشته باشن میذارین قانون شکن؟ اما اونی که چند میلیون تومان خونه تو شهر داره و چند صد هزار تومان ماشین زیر پاشه میذارین ایرانی خوب و قانوندان، مرد شورین قانونتون رو ببرین. ساکت ساکت، یه دفعه دیگه نزد دادگاه به هم بزنین مجبوریم همه رو بیرون کنین. شما هم راجع به خودتون حرف بزنین و مؤدب و آروم باشید. شما میدونین اون خونه ای رو که به فرمایش شما نماینده های قانون رو سرم خراب کردن چجوری ساخته بودن؟ خشخش دیوارای اون خونه پول خون ما بود. اون وقت شما میگین هیچی نگم چون بی ادبیه. این ادبم ساخته دست همون سرمایه‌دارا و گردن کلفتاست واسه اینکه ما رو خفه کنن. تو چجوری میخوای 3 سال اینجا طاقت بیاری؟ اینجا موندم واسه کسی سخته که خیال میکنه بیرون آزاده. من اگه قصه شما رو نداشتم اینجا خیلی هم راحت بودم. تو راحت باش بابا، من نمیذارم به اینا سخت بگذره، من کار میکنم، خیالت راحت باشه بابا. نه. جان نه بابا جان، من نمیخوام تو کار کنی، تو باید درس بخونی. راست
زهران باید درس بخونه. من با آقا صحبت کردم. واسه من سخت هست که سر سفره اون میشینیم. ولی خیلی سختره که بخواین بی سواد بزرگ بشین. راست میگه، شماها نباید مثل ما بشین. دلم میخواد وقتی رسیدین جهرام به مردم بگین، به مردم بگین که اگه بی خونمون شدین برای اینه که بی غیرت نیستین. تو امیرو که میشناسی؟ آره میشناسم. الان تو جهرام آموزگاره. محسنو میسپرش دستم. اون تنها کسی که من بهش اعتماد دارم. آدم خوبیه، از دوستان دوران بچگی منی. ما با هم همکلاس بودیم. اون تنها کسیه که میدونه بچه ها رو چطوری باید بار بیاره. الانم تو همون مدرسه داره درس میده، البته اگه دل و دماغی براش باقی گذاشته باشم، چون دو سال پیش خیلی اذیتش کردم. انت سامحنی و ترحمنی و تجعلنی بدسمك راضيا قال وفي جميع الأحوال متواضعا. خداوندا، با آن حالت که یک نفر فروتن ناتوان به خاک افتاده از تو سؤال می کند، درخواست می نمایم که از من درگذری و مرا مشمول رحمت خود سازی و به قسمتی که برایم معلوم داشته ای خوشنود و قانعم گردانی و در جمیع احوال متواضعم سازی. نمیدم. اگه دختر منه نمیدم. اگرم دختر من نیست، ننتون بهم بگه تا اختیارشو بدم دست شما. تو رو قرآن خجالت بکش. تو خجالت بکش. از این ور آش نظری میپزی، از اون ور میشینی بغل دست دخترات و دومادات کفر میگی. کدوم کفر؟ چه کفری؟ کفر چیه؟ حب الوطن من الایمان. هر کس علیه وطنش عمل بکنه کافره. شما هم که ازش پشتیبانی میکنین کفران میکنین. ولمون کن آقا جون، تو رو قرآن ولمون کن. اینم شد بهانه. ببینم تو اصلا پای حرفای اون نشستی؟ من نشستم. راست میگه، یه شب اومده بود خونه ما. ما هم غیر از حرف حق چیزی ازش نشنیدیم. والا راست میگه. پس بفرمایید اون دم همه تونو دیده. خیلی ناقلاست، میدونه چجوری وارد بشه. باز تو حرف زدی؟ سه دو سه واسه شماها ننگه. خیلی ها تو این شهر افتخار میکنن که هم شهری سه دو سه هستن. به خدا امثال سه دو سه و امیر از خیلی ها وطن پرستن. تو یکی از شکم پرستی حرف بزنی خیلی بیشتر بهت میاد. 15 سال شوفری میکنی فقط شکم گنده کردی. میبینم اون دوماد تراشکارت که جمع کرده چی داره. من میدونم آقا با این عروسی موافقت نمیکنه. ای بابا، حالا چرا حرف تو دهن آقا جون میذاری؟ راست میگه، من یه نوکر دولتم. این بچه رو هم با پول دولت بزرگ کردم. نمیتونم اونو بدم به یه نفر که واسه این مملکت میزنه. مدرک گیر بیارم لوش هم میدم. شما وطن پرستی رو باید از حکومت پرستی جدا کنید آقا جان. ولم کن بابا تو هم. حالا شما بشین حسن آقا جونو. من بشین. ببینین، من میدونم شماها میدونین که آقا در اصل از خود امیر بعدش نمیاد. اشکالش به طرز فکر امیره که به عقیده من این فقط یه راه حل داره. آه چیه؟ واسه این که این دوتا جوون بتونن به هم برسن و آقام خیالش راحت بشه یه کاری میشه کرد. چه کاری؟ تو سند ازدواج اینا آقا شرط کنه چون این خانواده به شاه و مملکت ایمان و عقیده داره، اگه دوماد کوچکترین کاری بکنه که مخالف این عقیده باشه، پدر وکیل و حق داره که طلاق دخترشو بگیره. تموم شد و رفت.
بفرمایید. خب بچه‌ها، در جلسه گذشته اصل سوم از اصول دین یعنی معاد رو تمام کردیم. و اما درس امروز ما، درس امروز ما درباره اصل چهارم یعنی عدل ادامه داره. محسن، بابات از زندان آزاد شده. چی؟ بابا؟ بابا جون؟ بابا جون؟ بابا؟ بچه بابا از زندان آزاد شده؟ بابا جون؟ بابا؟ بابا جون؟ بابا بابا؟ چطوری پسر؟ قربونه تو. بابا جون؟ بابا؟ همش خدا خدا میکردم تو زودتر برگردی. بابا؟ چی کار میشه کرد؟ بابا جون؟ محسن؟ بابا جون؟ دلم خیلی برای تنگ شده بود. حالت خوبه؟ دیگه از پیش ما نمیری بابا؟ نه بابا بابا دیگه هیچ وقت نمیری بابا. پشو بریم خونه. بلنشو بریم پشو. باشه پسرم میریم. عجله نکن میریم. بابا جو نمیتونی مادر جون چقدر واسه شما ناراحت. خیلی قصه میخور. خیلی دلش برای تنگ شده بود. میدونم پسرم میدونم. منم برای مادر جون خیلی ناراحت بودم. بابا پاشو بریم بریم خونه دیگه. بلند شو. میریم پسرم میریم. فقط چند تا بوس به بابا بده بعدش میریم خونه. بابا خب حالا شو. هرچی مصیبت کشیدی بس دیگه نمیزن. تو اینجا مطمئنم تحت نظری، باید مواظب خودت باشی.
وضع مملکت الان یه طوری شده که یه قدم کج کسی ورداره کارش تمومه. مخصوصا مثل تو سابقه دارم باشه. اگه تو یه اشتباه دیگه بکنی کار منم تمومه. الان از همه طرف دارم برای این مملکت میزنم. دولت مجبور سخت بگیره و بیرحم باشه. خلاصه مواظب باش، مواظب من، مواظب خودت، مواظب همه. خب حالا داریم پیش کی میریم؟ پیش یه آدم مطمئن، یه نفر که بی درد سر بتونی پیشش کار کنی و یه لقمه نون واسه زن و بچت گیر بیاری. این آدمو من میشناسم یا نه؟ فکر میکنم میشناسی. آره آره آره، انگار پیشش کارم کردی. فعلی مملکت هم که میدونی چجور هر آن ممکنه آدم ها اخفال سید هم که تو گول خوردن داسه همه رو از پشت بسته. دلم میخواد یه مردی بسازیش عین خوده، دور از همه این ماجره ها. بروی چشمم حاجی جون، مثل اولاد خودم میسازمش، همون جوری که دلت میخواد. خدا عمرت بده حاجی، خیالم راحت راحت. این سید و اینم تو، من دیگه باید برم. خدا حافظ. کجا حاجی جون، نهار با هم باشین. خیلی ممنون. اونجا که از مال شما فرق نمی کنه. قربونت برم آج آقا. خدا حافظ. به سلامت حاجی رسن. به خدا سپردم. خوش اومدی حاجی جون. صفا آوردی. خیلی دلم واسه تنگ. منم همینطور حاجی جون. چیزی نمونده بود جلو بابا طاقتمو از دست بدم. آره منم درست حالتو داشتم. من بزرگواری تو هیچ وقت فراموش نمیکنم. اگه اون روز میگفتی رساله رو از من گرفتی من الان اینجا نبودم. تو منو شرمنده خودت کردی. آره نزن حاجی جون. آدم پیش خدا شرمنده نباشه. بی خیال اون روزا، از این روزا واسم بگو. شنیدم بیشتر شهرها شلوغ شدن. آره حاجی جون، اگه به امید خدا اوضاع همین جوریا پیش بره بهت قول میدم به امید حق سلطنتش تمومه. مردم دیگه هوشیار شدن. اینجا چی؟ کارایی کردی؟ آره حاجی جون، یه آقایی رو فرستدن اینجا که خیلی مؤثر بوده. پیامای امام هم کم و بیش به دستمون میرسه. مردم آمادگیشو دارن، فقط یه جرقه میخواد. پس چرا نشستین حاجی جون؟ چرا شروع نمی کنیم؟ مشکلاتی تو کار قربونت برم، واسه همین امشب یه جلسه داریم. تو هم بیا، بالاخره یه فکری میکن. کیا هستن؟ هستیم یه چند نفری. من میشناسمشون. والا ولش کن، نمیخوام، لازمم نیست من بیام. نه سید، این حرفا نیست. حق با توه حاجی جون، خیلی یارو تو زندون خریدی، شاید منم یکی از اونا باشم. نه حاجی جون، من به تو اعتماد دارم. اونا همینو میخوام که ما نتونیم دور هم جمع بشیم، نتونیم به هم اعتماد کنیم. امشب واسه نماز جماعت بیام مسجد نو. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صلى على محمد وآل محمد.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد اللهم اني اسالك التوبه قبل الموت والراحه عند الموت والمغفره بعد الموت والعفو عند الحساب انك على كل شيء قدير الله اكبر الله اكبر بسم الله الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله شما دین سلام علیکم یا الله که راجع بهشون باهاتون صحبت کردم حالتون خوبه ان شاء الله که سالت ندیدین تعداد تظاهر کننده فعلا مطرح نیست مهم انجام وظیفه الهی و امتثال امر امام خمینی است لذای جمع کوچکی هم باشه کافیه یه دست دانشجوها و عده‌ای از کارگرای کارخونه‌ای که توش کار میکنم میتونم بیارم منم یه چند نفری رو میتونم از بازار جور کنم تو چی سید میتونی باباتو بیاری حاجی جون سر به سرم میذاری بابامو نمیتونم ولی شاید بچه هاشو بتونم با این حساب میشه یه کارایی کرد فقط شکل تظاهرات خیلی مهمه باید جمع و جور بریم یه طوری که هیچ کس دستگیر نشه بله بله حق با شما نشو میسپاریم دست شما سید فقط بگو اهل خونه رو چه جوری میخوای بیاری با کمک امیر و بچه ها برخره یه کاریش میکنیم سلام علیکم سلام علیکم معلوم شد بفرمایید یا الله تو چه جوری اومدی اینجا از راه پشت بوم ما را بگو تازه می‌خواستیم امشب از شما اجازه بگیریم که فردا سیدو بیاریم اینجا یا نه کجای کاری امیر آقا ما یه تظاهرات هم راه انداختیم یا الله من با قدرت تمام به شما اطمینان میدهم که مردم آمادگی دارن وانگهی خدا با ماست مگر این قرآن نیست که به ما میگوید و من یتوکل علی الله فهو حسبه
تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو، خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو. ما پیرو قرآنی، ما پیرو قرآنی، اینا مردم این شهر نبودن، این کار مردم اینجا نیست، هیچ کس اونا رو نشناخته. مگه میشه مردم این شهر همشهریاشون رو نشناسن؟ شاید شناختن رو نمیگن. امکان نداره. مثلا چرا نگفتن؟ یه شبه همه وطن فروش شدن؟ پس کار کی آخه؟ جاسوس بابا جان، جاسوس. زهرمار، پدر سوخته، برو بیرون، پشو بیرون. اینا بچه هم حالیشون نیست که سیاست چه بازیایی داره. مگه واسه دشمنای مملکت کاری داره که یه مش جاسوس رو اجیر کنن و واسه تظاهرات از این شهر به اون شهر بچرخونن؟ مگه ممکنه مردمی که سر سفره پدر مادرشون نشستن یه همچه کاری بکنن؟ شیعه حسین بودن یعنی راه حسین رفتن، شیعه حسین بودن یعنی حسینی شدن. حسین این سرور شهیدان عالم، این وارث بر حق رسالت آدم. چه بود؟ چه میگفت؟ چرا جنگید؟ چرا شهید شد؟ همه این چراها تنها یک جواب دارد، زیرا که اسلام را در معرض نابودی میدید. نابودی اسلام یعنی نابودی حق و عدالت، یعنی نابودی اخلاق، یعنی نابودی منزلت حقیقی انسان. حسین قیام کرد و شهید شد تا هیچ زندانی زیر بار ظلم نماند. خانواده حسین برای حق و الله به اسارت رفت تا هیچ خانواده ای آزادی در باطن را آزادی نداند. فریاد هل من ناصر ینصرنی حسین، هل من زاد بن یذب عن حرم رسول الله حسین، تا ابد در صحنه تاریخ تنین دارد. آیا کسی هست که مرا یاری دهد؟ و این فریاد ابر مرد اسلام حسین است. آیا کسی هست که برای اسلام دل بسوزاند؟ آیا کسی هست که در مقابل سلطان ظالم بایستد؟ آیا کسی هست که انسان را دوست داشته باشد؟
و خفت و ذلت او را نتواند ببیند، اگر هست، اگر هست در هر کجای زمین و هر زمان تاریخ قیام کند و بجنگد که یار و یاور من است، آنها که دیروز در خیابان‌های این شهر فریاد شکوهمندشان ظلم را شکست، اینان به حق شیعیان حسین و سربازان صحنه خونین کربلای 61 هجری می باشند. تظاهرات بودیم؟ بله، چطور مگه؟ اگه بابات پرسید بگو نرفته بودیم خونه مهینینا. ببینم مگه چی شده؟ ما نمیدونین از صبح تا چه علم شنگه‌ای را انداخته، خدا به خیر بگذرونه، برو یه جوری آرومش کن. خیلی خوب، شماها برین تو زیر زمین، بیرونم نیاین. باشه. کجا بودی تو؟ چطور مگه؟ رفته بودی قاطی و خرابکارا؟ شما به یه شهر آدم میگین خرابکار؟ نمیخواد به من چیز یاد بدی، فقط به من بگو آره یا نه. اتفاقا نه، فقط با عشق تماشاشون. این کارم حق نداشتی بکنی، یا اصلا حق نداشتی بچه ها رو ببری. چیه؟ چی میخوای بگی؟ وضع عوض شده بابا، وضع واقعا عوض شده. هیچ وضع عوض نشده، من از این بازی ها زیاد دیدم. من شهریور 20 دیدم، من 28 مرداد دیدم، من 15 خرداد دیدم، واسه من هیچی عوض نشده. تو قصه چی رو میخوری بابا؟ جوش چی رو میزنی ها؟ من قصه وطنم رو میخورم، من قصه ایران رو میخورم. تو خبر داری که روس ارتششون رو آوردن پشت مرز؟ تو هیچ میدونی که امریکایی ها ناواشون رو آوردن دور بر خلیج فارس؟ تو میدونی همه قدرت های بزرگ منتظر یه هرج و مرج هستن تا ایران و عین گوشت قربونی پاره پاره کنن؟ تو چی میدونی غیر از یه مش حرف و شعار تو خالی؟ شما همه چی رو به حساب میارین غیر از این ملت. ملت؟ کدوم ملت؟ ملتی که من بزرگشون کردم؟ یا ملتی که تو مخ توه؟ ملت؟ من 15 خرداد این ملت رو دیدم که بازار رو بسته بودن و جلوی گلوله و تانک یا مرگ یا خمینی می کردن. ولی 2 سال بعد 4 آبان سردر حجره هر کدومشون یه پرچم بود. من بالا و پایین این ملت رو دیدم، من باهاشون بزرگ شدم، خیلی خوب میشناسمشون، دیگه گوله این حرفا رو نمیخورم. میدونی بابا، تو داری عیناً همون حرفایی رو میزنی که دستگاه صبح تا شب تو مختون فرو میکنه. تو زندونم خیلی سعی کردن به ما بقبولونن که ملت بی ارزشه، ولی امروز با اون روزا فرق کرده.
دیگه از یه مش بدکاره و آدمایی مثل شعبون بیمخ کاری ساخته نیست. ملت به اینجاشون رسیده دیگه، نمیشه گولشون زد. مردم هوشیار شدن، مثل زنجیر به هم متصل شدن. این دفعه مردم پشت سر امامشون محکم بایستادن. بابا کار این حکومت دیگه تمومه. حواستو جمع کن سید، یه تیمساریو دارم میفرستن اینجا که از شمرم بدتره. اگه بخوای دوباره بیفتی تو این خط و خودتو قاطی این جریانا بکنی، خدا میدونه به جدم ازت نمیگذرم. برای گفتن ندارم جز تکرار اون چه که همه میدونید. هر فرد ایرانی که به شعار خدا، شاه، میهن عقیده نداشته باشه از نظر ارتش شاهنشاهی دشمن تلقی میشه و برای افراد این ارتش کشتن دشمنان داخلی بزرگترین افتخاره. افسران، درجه داران، سربازان، از امروز در شهر حکومت نظامی اعلام میشه و با اطلاعات که در دست هست تمام سران این مخالفان دستگیر و معدوم خواهد شد. این توضیح هم لازمه که در شرایط کنونی ارتش رو در حالت جنگ می‌شناسیم. تمرد و سرپیچی از دستور ما خوب، نتیجه قطعیش محاکمه و اعدام. آینده ایران جاوید شاه. جاوید شاه. جاوید شاه. جاوید شاه. فکر میکنم یه نفر مرد. مهم نیست، خدا با ماست. باشا تکره خور دست بادا. ایس برو پایین. اونایی که رو پشت بنا ردشون کنیم برن، همه برن خونه هاشون. برو من همه شونی دستگیر کردیم. آقا رو گرفتن. آقا رو گرفتن. آقا رو گرفتن. مدوره این دستور رو داده منجنی با من کار داری. مردم رو چرا زابرا کردی؟ چرا آنها رو تو تکیز داری؟ ما هم ترم بانی برید. چرا به اونجا کارید؟ تک تو ببینم این رو چرا؟ تکیز حقو از بین برید. برو کنار. برو
برو کنار. شما خیال میکنید حق رو میتونید از بین ببرید؟ خائن مصدوم. شما متفرق کنید، در اثر آشون زود باشید، متفرقشون کنید. وعلى ملة رسول الله. قربان، جلوی مدرسه پهلوی خیلی شلوغه. مردم با تیراندازی هوایی و گاز اشکاورم متفرق نمیشن. دائم تعدادشون زیاد میشه. چه کار کنم؟ خلوتش کنید، هر چقدر هم تونستید دستگیر کنید. این دستور برای همه جاست. چشم قربان. با من هم ریدشون قربان؟ آره، با من یه تبت بگم. چشم قربان. پسرت کجاست؟ نمیدونم قربان، از دیروز خونه نیومده. تو میدونی اون جزء سردسته های این قائل است؟ نه قربان، فکر میکنم غلط به عرض شما رسوندن. یعنی چی غلط به عرض من رسوندن؟ یعنی من پسر خودم رو خوب میشناسم. اون سابقه خوبی نداره، ولی میدونم که جزء این قائل نیست قربان، مطمئن باشی. آزاد، تو کسانی رو که صبح حالا دستگیر کردن دیدی؟ نه قربان، ماموریت بودم. یه عده خاصی رو به من معرفی کردن، منم گفتم سواشون کنم. میخوای اونا رو ببینی؟ حتی شما بفرمایید. در باز کن. برو جلو. یه ماشین در اختیارشون بذارین، اینا رو از اینجا ببره. 30 سال سرباز هنوز نفهمیدی دشمن یعنی چی؟ ای احمق. کجا بودین شما؟ من از دلشوره مردم. با چرا حرف نمیزنی؟ خیلی ممنونم. چی شده؟ منصفانه چی شده؟ چرا اینو حرف نمیزنن؟ گفتم چی شده؟ تو بگو زینت، چی شده؟ شماها نه شرف دارین، نه آبرو دارین، نه انسانیت دارین، نه عاطفه، هیچی ندارین، هیچی. اتفاقا چون همه اینا رو داریم گرفتار شدیم. بریم بابا. خب راست میگه دیگه.
منم میرم. تو چی کار میکنی؟ این حرفا چیه میزنین؟ چی میگین؟ کجا میخواییم برین دوباره؟ تو هیچی نگو. پس نمیخواییم بمونی؟ آخه آقا جون اجازه نمیخواد هیچی بگی؟ هرچی باید بگین گفتین. بیرون بیرون همه تون بیرون. یلا بیرون. دیگه هیچ کدومتون رو نمیخوام ببینم. یلا بیرون. گفتم تو هیچی نگو. خیلی ناراحتی تو هم هری. هری هستای بیاتفه. بقیده من با دستگیر شدن برادر احمد موندن بچه ها اینجا خیلی خطرناکه. خیالتون از طرف برادر من راحت باشه، بکشنش حرف نمیزنه. صحبت از حرف زدن نیست، بهتره که جامونو تغییر بدیم. جایی بهتر از اینجا پیدا نمی کنیم. چرا پیدا نمی کنیم حاجی جون؟ آسیاب خرابه که تو نخلاست جای خیلی خوبیه. آره حاجی راست میگه، اونجا محل کم رفت آمدیه. یه خورده پرت هست ولی کسی شک نمیبره. خیلی خوب، پس ایشالله هوا که تاریک شد اینجا رو تخلیه میکنیم. بعدش هم من و بچه ها برای آوردن اسلحه شب حرکت میکنیم. خب با من کاری نداری؟ برو به امان خدا سید. خدا سپردم. چه قانون هستن؟ به چه قانون اینها عمل میکنن؟ بیاین به قانون شنگیزی به ما عمل میکنن. یک دنیا میتوفر باشد، یک قانون میتوفر باشد. هر جمعت الان ایران با هر جمعت برد میگذرد. سنده خرداد نیامده سید. چی؟ از قبل از اون که تو فکر میکنی بالاخره مردم پیروز میشن؟ من فکر نمیکنم. من مطمئنم که پیروز میشن. ببین تو 30 ساله که صادقانه داری به شاه و ملت و مملکت خدمت میکنی. در دوران خدمتت چندین بار شاهد بودی که یک مشت آدمهای مزدور و وطن فروش به بهانه های مختلف این مردم بدبخت رو بکشتن دادن و قصد داشتن مملکت رو به باد بدن. حالا هم یه همچین وضعی رو داری. مردم این شهرم توسط یه مشت از خائنین اخفال شدن و دارن با زندگی خودشون و جون مردم بازی میکنن. پسر تو سید حسین و خانوادت هم جز به همون اخفار شده ها هست. ولی من شخصا این اطمینان رو دارم که تو این وسط هیچ نقش و مسئولیتی نداری. حالا برای این که این موضوع ثابت بشه و همه بفهمن که برای تو شاه و مملکت مهمتر از همه چیزه، حتی زن و بچت، میخوام یه کاری انجام بدی. تو باید مخفیگاه اونا رو پیدا کنی و به ما اطلاع بدی. تو با این کارت هم از خونریزی بیشتر جلوگیری کردی و هم وطن پرستی خودتو مثل همیشه ثابت میکنی. منم قول میدم که خانوادتو نجات بدم و عاملین اصلی رو دستگیر و به مجازات برسن. بله قربان. چش سعی میکنم قربان. به شما اطمینان میدم تا اونجا که بتونم سعی کنم قربان. سلام آقا جون. سلام. سلام. چه خبر شده باز؟ چی شده؟ اون چه که نباید می شد شد. یا امام رضا. تو از سید خبر داری؟ نه خودت که بهتر می دونی. اون چند روزه که اصلا پیداش نیست. مخفیگاه اون و رفقاش کشف شده. خب
قرار فردا شب به اونجا حمله بشه. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ هیچ، از دست ما هیچ کاری ساخته نیست. باز اگه مخفیگاهشون رو میدونستی یه جوری بهشون خبر میدادی. یعنی تو اگه مخفیگاهشون رو میدونستی این کارو میکردی؟ معلومه که میکردم، من که دیگه به مرگ بچه‌م راضی نیستم. تو از محل اونا خبر داری؟ نه من از هیچی خبر ندارم. خیلی خب، برو به فاتی بگو یه خود غذا برای من بیاره. دیگه از دست ما هیچ کاری ساخته نیست، هر کاری که میتونستیم کردیم. یا امام رضا، خدا مرگم بده. میدونی چه خاکی به سرم شده؟ آقا جونت خبر آورده که مخفیگاه بچه ها رو پیدا کرده، میخوان دارن دستگیرشون کنن. نظامی بود، از دست باباتم نتونستم فرار کنم. زود باشی کاری بکن. تو برو خونه، من بده آقا جون گویی ببره. من الان سعیدو میفرستم بهشون خبر بدم. زود باش، مادر عجله کن. خیلی خوب رفتم. همونطور که گفته بودم محلشون همون آسیاب خرابه است، حدوداً به محل نزدیک است. مطمئنه که این حرف درسته؟ کلکی نباشه حاجی جون، زینت به هم خبر داد. دیگر لازود باشیم بریم. آره زود باشیم. پس دوسین چی قرار امشب اسلحه رو بیاره؟ من از اینجا بریم تا بعد. سربازا بریم تو قایم بریم. ساختمون رو محاصره کنید. هیچ کس نباید از اینجا زنده بیرون بیاد. بقیه هم برید پشت ساختمون رو نگاه کنید. بلنگو رو بیار. چش قربان. شما برید اون طرف پشت ساختمون. مطمئنم پشیمون نیستی که وظیفتو انجام دادی. بله قربان، ولی شما به من قول دادین تا اونجایی که ممکنه. برای من وظیفه مهمتر از نگهداری قولمه. تمام ساختمون رو محاصره کنید. خوب گوش کنید، این محل تحت محاصره است. به شما این فرصت داده میشه که تسلیم بشید، در غیر این صورت همتون کشته میشید. قربان اگر اجازه بفرمایید من خودم میرم باهاشون صحبت میکنم. ما با دشمنای مملکت حرفی نداریم، اونا از هر جا و هر کس که باشن باید سرکوب بشن، حتی اگه پسر خود من باشه. این یک وظیفه است، درسته؟ بله قربان، ولی این آخرین مهلته. میجنگیم. یک دقیقه دیگه به شما فرصت میدم خودتون رو تسلیم بکنید. آماده باشید. گروه آماده. خودها رو دور کنید.
وایسا. گروه یک در اینجا بهتر از اینه که به دست اینا بیافتیم. عجله کنید. گروه یک، گروه دو، گروه سه. تقصیری ندارن، گول خوردن، خودتون گفتین. شما به من قول دادین کاری باهاشون نداشته باشین. این کارو نکنید، خواهش میکنم قربان. ندامت و پشیمانی خودتون رو اعلام کنین و خودتون از مرگ حتمی نجات بدین. ولی این کارو نکردین. اینو بدونین، شما خائنین به شاه و مملکت، در هر نقطه از این آب و خاک باشید مجازات خواهید شد. آتش! چی گفتی قربان؟ نه تو رو خدا این کار رو نکنین قربان. پسرم، دامادم، همه اونجا هم کشته میشن. شما به من قول دادین قرار نبود کار به اینجا بکشه. خواهش میکنم، خواهش میکنم قربان، شما به من قول. Thank you.
الله اکبر. 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 در اینجا همینجاست، از در که وارد بشن درست تو تیر رس شما هستن. تو چی کار میکنی؟ چطوری از من جدا میشی؟ فکر منه نکنم، من هر کاری بکنم وظیفه من، کشته شدن در این راه هم برام افتخاره. خیلی زحمت کشیدم تا تونستم کولش بزنم و بیارمش اینجا. مواظب باشین از چنگتون در نره. بزرگی رو انجام دادی. خیلی خوب، تا دیر نشده سنگرتون رو بگیری، ممکنه هر آن برسه. خیلی خوب بچه، زود باشین. بریم. دلم میخواد اولین تیر رو من تو قلب این صفا شلیک کنم. ای کاش این حرف رو مدت پیش میزدی بابا. حس میکنم بین بهشت و جهنم قرار گرفتم. باشه، تو به درک واسطش کن. میخوام با ریختن خون کثیف اون گناهان خودم رو پاک کنم. تو با این حرفت نشون دادی که اولاد پیغمبر. مهم اینه که امروز همه ما یه دل و یه هدف هستیم. چی شد؟ Thank you.
فداکاری هایی که به خاطر بقای مملکت از خودتون نشون دادین قدردانی میکنم. فورا عکس‌ها رو جمع کنید بیارید آسیاب کارا رو. قربان اگه اجازه میدین نصفه های شب بیاریمشون آسیاب کارا رو. اشکالی نداره. بیا بیرون پسرم، بیا بیرون، بیا پسرم، بیا. نه ترس، بیا پسرم، خیالت راحت باشه. برادرت فردا صبح آزاد میشه. حالا زودتر از اینجا برو تا کسی ندیدتت. برو برش دار بیار. قربان نفس میکشه. گفتم برو برش دار بیار احمق. چرا وایستدی؟ مگه با تو نیستم؟ آخه قربان. قربان و چی؟ پس با دشمن مملکت چی کار باید کرد؟ این یه دستوره. ولی آخه قربان این دستور، این دستور چی؟ قابل اجرا نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اون هنوز زنده است. این کار درست نیست قربان. این دستور غیر انسانیه. من اجرا نمی کنم. اجرا نمی کنم. تمرد از دستور میدونی یعنی چی؟ بله یعنی مرگ. سروان. بله قربان. برو برشته بیار. اطاعت قربان. دوتر
چشم قربان. افراد به جای خود آمده. پیش فکر حرکت.